بین علمای عد همیشه اختلاف بوده که قهوه و لاک کمک میکنه توی تست عد یا نه. ویلکام بک به یه بررسی دیگه از عطر یانی خوش اومدین. این یکی از کاربردی ترین پست های یانیه، پس حتما سیوش کنین و برای دوستان عطبازتون بفرستین. یه ذهنیتی که خیلی وقت توی ذهن اطرافیان و دوستان هست اینه که آقا بوی قهوه و لاک مشامو باز میکنه یا کمک میکنه توی تست عطرا. همین الان بهتون بگم که این کاملا اشتباهه. چطور ممکنه یه مادهی به اسم قهوه که خودش بو داره و جزو نوت‌های عطرسازیه و حدود 880 تا مولکول آروماتیک داره به شما کمک کنه که مشامتون رفرش بشه؟ ببینین، یه اتفاقی که میفته و اینو کارشناسای عطر تایید کردن، شما قبل از قهوه و بعد از قهوه وقتی یه عطر رو تست کنین چند تا اتفاق میفته. شما میان کلید اونتوس رو بو میکنین، دفعه اول بوش رو متوجه میشین. اگر بین کلید اونتوس یه قهوه بو کنین، دوباره اونتوس رو بو کنین، اون قهوه‌ای که نوت بو توی مشام شما رفته بوی اونتوس رو تغییر میده. برای همینه که شما یه عطر رو میخرین، چند بار تست میکنین، قهوه بو میکنین، میرین خونه بعد میبینین ای بوی عطر فرق میکنه و اینجاست که میگین خب حتما اون فروشگاه عطر رو به من اشتباه داده، یا موقعی که میخواسته پر کنه یا به هر دلیلی اون عطر رو به من اشتباه داده. داستان اینه که اون قهوه باعث میشه که مشام شما تغییر کنه، بوی عطر تغییر بده و خب شما فکر کنید که عطر اشتباه خریدید. موضوع دوم همون لاکه. من نمیدونم لاکو کی گفته، ولی خب هر کسی گفته قطعا ما باید ما اونو بستریش کنیم، چون اصلا اینقدر بوی لاک تنده، اینقدر زننده است که جز این که به سیستم بویایی شما اون صدمه بزنه و سیستم بویایی شما رو ضعیف کنه هیچ کمکی دیگه توی تست عطر نمیکنه. خب حالا راهکارها چیه که شما بتونین مشامتون رو رفرش کنین؟ قبل از اون بگم این داستان و قهوه و لاک، حالا بیشتر قهوه، یه جنبه روانی هم داره، یعنی بیشتر فروشگاه ها از جمله خود ما میذاریم، چون یه مقدار از نظر روانی کمک میکنه، وگرنه از نظر استانداردی واقعا کمک خاصی نمیکنه. بهترین راهکارها، بهترینش همون بلاتراست. خب دو روش برای بلاتر دارین. یا شما اینو میگین میرین خونه تست میکنین که اگر خواستین خونه تست کنین، اگه چند تا بلاتر داشتین بینش هر کدوم حدود 5 دقیقه زمان بزنین، بلا فاصله بو نکنین که دوباره همون اتفاق میفته، قاطی میشه. مسئله دوم تو خود فروشگاه، شما تو لحظه میخوای خرید کنین، هیچ مشکل نیست، شما بلاتر رو دو تا بلاتر بگیرین، برین خارج از فروشگاه که هوا آزادتره، اونجا عطر رو تست کنین، دوباره برگردین باز بلاترهای جدید بگیرین. راه حل دوم، ببینین پوست دست شما خیلی کمک میکنه به این مسئله، برای همین ما میگیم موقع تست روی پوستتون نزنین و بهترین جا بین آرنجتونه، چون وقتی اونجا رو بو کنین خیلی کمک میکنه، یعنی از قهوه 100% بهتر، اصلا شک نکنین، خیلی کمک میکنه باز مشامتون کمی رفرش بشه و کمی باز بشه. و مرحله سوم، و این زیاد علمی نیست ولی خب میگن کاربردیه، اینی که شما چندین لیوان آب بخورین تو اون لحظه و این باعث میشه گردش خونتون زیاد بشه و خب مشامتون هم قوی تر بشه و یه مقدار رفرش بشه. گفتم این موضوع آخر زیاد علمی نیست و ما هم زیاد تاییدش نمیکنیم، ولی خب میگن که کمک میکنه. خب میرسیم به نکته آخر که این بیشتر برای همکارامون و فروشگاه‌های عطر. دوستان خیلی تست عطر مهمه برای مشتریایی که میان توی فروشگاه شما. ببینین شما اگه اشتباه تست کنین مشتریتون از دست میدین و ناخواسته باعث میشه که اون هم از دست شما، اون مشتری دست شما ناراحت باشه و دیگه برنگرده. خیلی مهمه شما وقتی دارین یه عطر خنک رو تست میکنین چندین عطر خنک تست نکنین برای مشتریتون، یعنی بعد از عطر خنک یه عطر چوبی تست کنین، یه عطر تلخ تست کنین، این باعث میشه به سیستم بویایی و مغز مشتریتون یه شوک وارد بشه و عادت نکنه به بوهای ملایم و موهای شیرین. این خیلی مهمه. و نکته بعدی هم که من خیلی اینو تاکید کردم و قبلا هم یه پست کاربردی برای ساختم اینه که سعی کنین تا جایی که میتونین عطر رو با غلظت‌های بالا تست نکنین، یعنی اگر شما یه عطر رو با غلظت ادو پرفیوم برای مشتریتون تست کنین نهایت 3 تا میتونه بکنه، ولی اگه همون عطر رو بیان سبک‌تر کنین و رقیق‌تر کنین و ادو کلون و اوفرش تبدیلش کنین، حتی مخاطب شما میتونه تا 8 تا 10 تا عطر بکنه و متوجه بشه، کاملا بوی عطر رو و مشامش دیرتر قاطی بشه. دوستان ببینیم
موضوع آخر، هر چیزی که میشنوین رو لطفا باور نکنین. الان دیگه اس ارتباطات شما با یه سرچ ساده خیلی راحت، فعلا که خدا رو شکر تر سیانت هنوز اجرا نشده و ما دسترسی داریم، ایشالله هم که نشه، ولی یه سرچ ساده شما بکنین در رابطه با هر مطلبی خیلی راحت کمک میکنه که بتونین خرید توی هر صنعتی یا هر صنفی رو که بخواین انجام بدین اصولی انجام بدین. به پایان یه ویدئوی آموزشی دیگه از عطر یانی رسیدیم. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودین. اگر این ویدیو رو دوست داشتین لطفاً حمایت کنین و سیوش کنین و برای دوستان اتبازتون بفرستین.